فراخوان بیش از 5000 تن از زنان استان دیالیه عراق، بازگشت مجاهدان لیبرتی به ویژه 1000 زن مجاهد به اشرف برای تأمین حفاظت و امنیت، مارس 2013. جابجایی مجاهدین از اشرف به لیبرتی، توطئه رژیم ایران و دولت عراق و یک بی‌خانمانسازی با اعمال فریبکارانه کوبلر بود که همچنان در زمین سازی برای یک کشتار دیگر همدستی می کند. ما زنان عراقی از جامعه بین المللی به ویژه آمریکا و سازمان ملل می خواهیم در اسرع وقت شرایط مناسبی را برای بازگشت مجاهدین از لیبرتی به اشرف فراهم سازند، چرا که تنها راه تأمین حفاظت و امنیت آنهاست. پس از گذشت یک سال از جابجایی اجباری ساکنان اشرف به لیبرتی، بر همگان روشن شده که این جابجایی چیزی جز استمرار توطئه‌های رژیم ایران در همکاری با دولت عراق و اعمال فریبکارانه کوبلر نبوده است و هدف بی‌خانمان کردن و به بند کشیدن آنها در زندان لیبرتی بوده است. در این راستا رژیم آدمکش حاکم بر ایران در همکاری با حکومت عراق از هیچ رذالت و دناعتی در حق آنها و به طور خاص در مورد 1000 زن مجاهد فروگذار نکرد و آخرین آن حمله موشکی جنایتکارانه 9 فوریه به لیبرتی بود که منجر به کشته شدن 8 نفر از ساکنان و بیش از 100 مجروح شد و یکی از زنان مجاهد در زمره شهدا است. آنچه که مایه شرم و ننگ است این است که رژیم ایران این جنایت را از اطراف لیبرتی و به اسم عراقیان انجام می دهد و کوبلر نیز با ذکر اینکه انفجارهایی در لیبرتی صورت گرفته، عملاً دستان خونالود رژیم ایران و مزدوران عراقی آن را پاک می کند و در حال حاضر نیز در زمین سازی برای کشتار دیگری علیه این پناهندگان همدستی می کند. ما زنان عراقی ضمن حمایت از خواهرانمان در لیبرتی و اشرف، جنایت ضد بشری حمله موشکی 9 فوریه و محدودیت‌ها و فشارهایی را که با دیکته کردن رژیم ایران توسط حکومت عراق انجام می‌شود محکوم می‌کنیم و خواستار این موارد هستیم. جامعه بین‌المللی به ویژه آمریکا و سازمان ملل می‌بایست در اسرع وقت شرایط مناسبی را برای بازگشت مجاهدین از لیبرتی به اشرف فراهم سازد. پروسه کمیساریا و کشورهای ثالث از همان اشرف صورت گیرد، زیرا تنها راه تأمین حفاظت و امنیت آنها استقرار در اشرف است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میبایست پناهندگی جمعی ساکنان را به رسمیت بشناسد و آن را فوراً اعلام نماید. این بیانیه توسط انجمنها و سازمانهای فعال زنان در استان دیالی و سایر استانهای عراق مورد حمایت قرار گرفت که از جمله عبارتند از: تجمع دموکراتیک زنان عراق، تجمع عراق آزاد، تجمع زنان برای پیشرفت و شکوفایی، تجمع معلمان آزاده در دیالی، تجمع معلمان آزاده در صلاح الدین، تجمع زنان آزاد، تجمع زنان روشنفکر عراقی، تجمع کبوتر صلح برای زنان عراقی، سازمان عراقی کمک رسانی و سازمان زنان عراق متحد. روزنامه از زمان بین المللی نوشت 5000 زن عراقی با صدور بیانیه‌ای ضمن گرامی داشت روز جهانی زن
بی خانمان کردن مجاهدین خلق به خصوص 1000 زن و انتقال اجباری آنها از اشرف به لیبرتی را محکوم کردند. جمعیت زنان آزادی عراقی اعلام کرد امضا کنندگان بیانیه مارتین کوبلر را تسهیل کننده کشتار مجاهدین در لیبرتی دانستند که منجر به 8 کشته و 100 مجروح شد و اکنون بعد از گذشت 1 سال از جابجایی اجباری ساکنان اشرف بر لیبرتی بر همگان روشن گردید که این جابجایی چیزی جز استمرار توطئه‌های رژیم ایران در همکاری با دولت عراق و اعمال فریبکارانه کوبلر نبود است. خبرگزاری نینای عراق نوشت بیش از 5000 زن در دیالی از جمله زنان فعال در سازمان‌های مجتمع مدنی از کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد خواستند تا ساکنان کمپ لیبرتی را به طور جمعی پناهنده اعلام کند و آنها را به کمپ اشرف بازگرداند. نینا افسود در بیانیه‌ای که به امضای بیش از 5000 زن از استان دیالی رسیده است آمده است بی خانمان سازی 1000 زن از ساکنان کمپ اشرف و انتقال اجباری آنها به لیبرتی را محکوم می کنیم. آنها مارتین کوبلر نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد که تسهیل کننده کشتار آنها در لیبرتی بود را مقصر دانستند. در این بیانیه آمده است ما زنان عراقی ضمن حمایت از خواهرانمان در لیبرتی و اشرف جنایت ضد بشری حمله موشکی 9 فوریه و محدودیت‌ها و فشارهایی را که با دیکته کردن رژیم ایران توسط دولت عراق انجام می‌گیرد محکوم می‌کنیم.